سلام دوستان، من سوده هستم از رادیو قبرس در خدمتتون با قسمت چهارم از برنامه معرفی دانشگاه‌های قبرس شمالی و دانشکده‌های جدیدی که امروز میخوام براتون بگم. قبل از هر چیزی ممنون میشم که نظرات، انتقادات و حتی پیشنهاداتتون رو برای من بنویسید تا ما بتونیم در راستای کامل‌تر شدن اطلاعات شما دوستان عزیز در رابطه با تحصیل در قبرس شمالی قدمی برداشته باشیم و به بهتر شدن این برنامه کمکی کرده باشیم. خب، در قسمت‌های قبل تعدادی از دانشکده‌ها و رشته‌های دانشگاه EMU براتون گفتم. بریم سراغ بقیه. دانشکده علوم بهداشت دانشکده بعدی هست که میخوام بهتون معرفی کنم. این دانشکده دارای دپارتمان‌های تغذیه و رژیم غذایی، فیزیوتراپی و توانبخشی، پرستاری، مدیریت سلامت، ورزش و علوم ورزشی هستش. این دانشکده در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های تغذیه و رژیم درمانی، فیزیوتراپی و توانبخشی و رشته پرستاری رو داره. این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا البته به زبان ترکی رشته های پرستاری، تغذیه و رژیم درمانی ارشد با پایان نامه، فیزیوتراپی و توانبخشی ارشد با پایان نامه و دکترا رو داره. دانشکده بعدی که میخوام براتون معرفی کنم دانشکده حقوق هستش. این دانشکده عضو انجمن دانشکده های حقوق اروپا هستش و برای فارغ التحصیلانی که مایل به ادامه تحصیلات خودشون در سطوح بالاتر هستن فرصت تحصیلات تکمیلی در زمینه حقوق تخصصی، حقوق عمومی و حقوق بین الملل رو در اختیار دانشجویان قرار میده. دانشکده با آگاهی از اهمیت برقراری ارتباط به زبان خارجی، دوره‌های زبان انگلیسی حرفه‌ای اجباری و انتخابی رو در طول تحصیل در مقطع کارشناسی به دانشجویان ارائه میده. این دانشکده در مقطع کارشناسی رشته حقوق ارشد با پایان نامه و رشته سیستم‌های مقایسه قضایی بدون پایان نامه در یک برنامه مشترک با دانشگاه بولونیا در ایتالیا رو داره. بریم سراغ دانشکده پزشکی. اولی توضیح کوتاه و ضروری بدم که رشته پزشکی در این دانشکده به زبان انگلیسی تدریس میشه، اما برای دانشجویان خارجی زبان برای برقراری ارتباط با بیماران یک دوره یادگیری زبان ترکی گذاشته میشه که دانشجو ملزم به شرکت و یادگیری این دوره ها هستش. این دانشکده در رشته پزشکی مقطع ارشد و دکترا برنامه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت 7 سال و مقطع ارشد و دکترا رشته پزشکی برنامه مشترک با دانشگاه مارمارا ترکیه به مدت 6 سال رو داره. لازم به ذکره که این دانشکده کار خودش رو از سال 2012 شروع کرده. در چارچوب مقدمه بر مهارت‌های بالینی ارائه شده در طول 3 سال اول دانشکده، دانشجویان از فرصت‌های تحقیقاتی چند رشته‌ای بهره مند می‌شن. تحقیقات و تجزیه و تحلیل‌های آماری رو انجام میدن و فرصت ارائه تحقیقات رو در کنگره بین‌المللی دانشجویی که توسط دانشگاه مارمارا برگزار میشه رو دارن. دانشکده داروسازی دانشکده بعدی هست که میخوام بهتون معرفی کنم. این دانشکده در رشته های داروسازی دو مدرک فارم B که 5 سال هستش و فارم D که 6 سال هست رو به دانشجویان ارائه میده. جالبه که بدونید این دانشگاه دارای برنامه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستش. اگه بخوام خیلی کوتاه در مورد مدرک فارم B براتون توضیح بدم، این مدرک اولین مقطع بعد از لیسانسه و جزء لیسانس محسوب میشه، اما فارم D در دنیا معادل مستر یا همون ارشد خودمونه. دقیقا مثل اینکه 4 سال کارشناسی بخونید و 2 سال ارشد. در خیلی از کشورها مثل ایران یا قبرس شمالی معادل یک دکترای عمومیه، اما دانشجو برای گرفتن دکترا باید PhD بخونه و بعد مدرک دکترا بگیره. دانشکده داروسازی دانشگاه EMU دارای اعتبارنامه شورای داروسازان نیجریه یا همون PCN هستش. خب، ممنون که دوباره با من همراه بودید. امیدوارم بهترین ها براتون باشه. بر اساس کامنت هایی که شما برای من میزنید و درخواست داشتید که من دانشگاه های دیگه قبرس شمالی رو برای شما معرفی کنم، میخوام خدمتتون بگم که بعد از اینی که معرفی دانشگاه EMU تموم شد و من در مورد هزینه های تحصیل، خوابگاه و تمامی شرایطش برای شما توضیح دادم، میرم و دانشگاه های دیگر رو براتون معرفی میکنم. من سوده از رادیو قبرس، با من همراه باشید.
و دانشکده های جدیدی که امروز میخوان. امروز اوف اوف امروز و دانشکده های جدیدی که امروز میخوام براتون بگم و دانشگاه وای و رشته سیستم های مقایسه مقایسه کنم در چارچوب مقدمه بر مهارت های بالینی ارائه شده مهارت های بالینی ارائه شده که توسط